به دنبال به تعویق افتادن تصویب لایحه ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس آخوندی و در حالی که تا دو هفته دیگر یعنی در ضرب الاجل پایان ماه ژوئن حکومت آخوندی با خطر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF مواجه است، قاضیزاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم ضمن اعتراف به فساد سیستم بانکی نظام و اینکه نباید در چارچوب قواعد بین المللی قرار بگیرد درباره علت تن دادن اولیه رژیم به کنوانسیون‌های مربوط به FATF گفت: اولا منشأ این که ما دنبال FATF افتادیم به خاطر این، حالا شاید مستقیما هم به برجام ارتباطی نداشته باشه، اما در کنار تحریم‌های اولیه و ثانویه که نظام بانکی ما رو درگیر می‌کرد، این موضوع هم تشدید می‌کرد مشکلات ما رو. یعنی یک به اصطلاح دو تا لبه قیچی بود که از یک طرف تحریم‌های بانکی وجود داشت، از یک طرف توصیه‌نامه‌های یا اون نظریه‌ای که FATF می‌داد این بود که کار نکنید با نظام بانکی ایران. نظام بانکی ایران نظام بانکی قابل اعتمادی از نظر مبارزه با به خصوص پولشویی و بعد هم تامین مالی تروریسم نیست. یعنی میگوین این نظام مالی شفافی در زمینه پولشویی و اینکه می شود از این موجودیت استفاده کرد برای تامین مالی گروه تروریستی به زعم اونها وجود ندارد. بنابراین ما میگیم اینا در لیست بلک بلک ما هستن، قابل اعتماد نیستن. پس چرا ما باید برویم و خودمون رو در یه چارچوبی قرار بدیم که یا مورد اعتراض قرار میگیریم ما رو اخراج میکنن، یا اگر هم مورد اعتراض قرار نگیریم و بعد دستورالعمل‌های اونا رو قبول نکنیم به اون دلیل باز پرونده درست کنن ما رو بفرستن شورای امنیت جاهای دیگری و بعد مشکلات دیگری برای ما درست بکنن. باند روحانی هزینه عدم تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را سنگین توصیف کرد. یک رسانه این باند زیر عنوان هزینه عدم پیوستن به FATF نوشت: تا وقتی ما سازوکار این شفافیت را قبول نکنیم یا تایید آن را به تعویق نیندازیم، بانک‌های ما نیز نمی‌توانند با بانک‌های اروپایی و آسیایی ارتباط مطلوب داشته باشند. لایحه پیوستن رژیم به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CTF به رغم سخنرانی و اصرار عراقچی نماینده دولت روحانی و حمایت‌های علی لاریجانی بر اثر فشارهای مهره‌های باند رقیب به مدت دو ماه به تعویق افتاد. توجه شما را به گزارشی از واکنش‌های باند روحانی علیه جفت‌سازی و اقدام باند رقیب در مجلس ارتجاع جلب می‌کنیم. عزیزاده اینا رو بردارید، اینجا که جای این کارا نیست، آیین‌نامه این اجازه نمیده. بردارید آقا اینا رو، بذارید صحبت رو بکنن. پیام به بردار و بیانتون بفرمایید. کارا چیه میکنی؟ وقتی که بخواییم به این لایحه نپیوندیم، منافقین به اصطلاح سازمان مجاهدین خلق را در هیچ کشوری نمیتونیم تعقیب بکنیم. خب 80% تحریم های علیه جمهوری اسلامی تحریم های ثانویه آمریکایی ها علیه ملت ماست. پس ما برای چی داریم به این کنوانسیون ملحق میشیم؟ حداقل بررسی این لایحه به مدت دو ماه تا روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپا در زمینه برجام به تعویق بیفته. روزنامه موسوم به ایران متعلق به دولت آخوند روحانی با عنوان جنجال تومارها نوشت: مخالفان لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مجلس را به هم ریختند. در میان فشارهای مخالفان دولت، سرنوشتی بهتر از مسکوت ماندن دو ماهه در انتظار لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم نبود. سرنوشتی که البته در مجلس صرفاً توسط نمایندگان این جریان رقم زده نشد. 138 رأی موافق در برابر 103 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به مسکوت ماندن این لایحه یک معنای مهم داشت، با آن این که حداقل قسمتی از نمایندگان اصلاح طلب هم به این مسکوت ماندن رأی دادند. روزنامه آرمان از همین باند نیز نوشت: تشنج در مجلس هدایت شده بود. دلمشغولی‌های دلواپسان مجلس پایانی ندارد و به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به اهداف خود تنها می توانند با ایجاد هیاهو و جنجال به مقصود خود نائل شوند. چند نماینده عضو فراکسیون ولایی با برنامه‌ریزی قبلی تومارهایی را در صحن مجلس
و حتی روی مانیتورها در اعتراض به بررسی این لایحه پهن کرده و با ایجاد هیاهو و همهمه فضا را متشنج کردند. روزنامه حکومتی اعتماد نیز نوشت جمع دلواپسان بار دیگر معرکه‌ای به پا کردند و زورشان را به رخ اکثریت کشیدند. یک عضو مجلس رژیم به نام هاشم زایی به فشارهای روزهای اخیر باند رقیب برای جلوگیری از تصویب لایحه ارائه شده از سوی دولت آخوند روحانی از جمله ارسال پیامک‌هایی برای مخالفت با لایحه FATF اشاره کرد و گفت هم پهن کردن تومار و جمع کردن امضا در صحن مجلس مسائل قابل توجه است. معتقدم 80% افرادی که در مخالفت با CFT به نمایندگان پیامک زدند و در صحن مجلس اقدام به جمع‌آوری امضا کردند نمی‌توانند CFT و FATF را تعریف کنند و حتی فرق آنها را هم با هم نمی‌دانند. رسانه حکومتی آفتاب نیز تحت عنوان هزینه عدم پیوستن به FATF نوشت تا وقتی ما سازوکار این شفافیت را قبول نکنیم یا تایید آن را به تعویق بیاندازیم بانک‌های ما نیز نمی‌توانند با بانک‌های اروپایی، آسیایی و غیره ارتباط مطلوب داشته باشند. جلسه پرتشنج مجلس ارتجاع در روز یکشنبه بر سر پیوستن به لایحه مربوط به تامین مالی تروریسم صحنه ابراز وحشت از پیامدهای ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی رژیم و خطر اعتراضات مردم غارت شده و به سطوح آمده از نگرانی و بحران ارزی بود. ما گوشت رو می‌بینیم تا 60000 تومان 65000 تومان داره بالا میره و کسی این رو کنترل نمی‌کنه و سایر اقلام بحث ارزم به حضور شما میشه ساختمان بحث خودرو و بهوسی که الان ما مخصوصا خوراکی هایی که مردم بهشون مبتلا هستن میگن دلار بالا رفته میری مغازه سر کوچه پفک بخری میگن متناسب با دلار با شما صحبت میکنیم آیا دلار 4200 تومان هستش یا 6500 7000 تومان دارن بس میکنن یک نارضایتی در بین مردم میبینیم و مشاهده میکنیم اجناس سرسام‌آور داره بالا میره با بالا رفتن دلار و بی ارزش شدن پول ملی حقوق 2 میلیون تومان شده 1 میلیون تومان این تورم و این فشار سنگین رو دوش مردم 36 بانک داریم بانک‌ها زیانده هستن سپرده‌های مردم رو گرفتن و در جاهای دیگه سرمایه گذاری کردن تشکیل شرکت‌های اقماری و به غارت بردن سرمایه و سپرده‌های مردم مقروض شدنشون و ورشکستگی بسیار از بانک‌ها همکاران عزیز این بانک‌ها ورشکست شدن مقروضن میرن از بانک ملی هم پول بگیرن.